منابع محلی طالبان در هرات پرچم‌های عاشورایی را کندند و پاره کردند. وزارت معارف طالبان آوازه‌ها درباره بازگشایی 47 لیسه خصوصی برای دختران را تکذیب کرد. شورای کرکت افغانستان نام شاه امان‌الله را از مسابقات شمال کشور حذف کرد و همچنان در پایان قماندان برای آزادسازی کندوز با نیروهای تحت امرش وارد میدان شد. مشای خبرها. منابع محلی در هرات گفتند که طالبان پرچم‌ها و شعارهایی را که شیعیان به مناسبت ماه محرم نصب کرده بودند پایین کشیدند و پاره کردند. در تصاویری که آنها فرستادند افراد در حال پایین کشیدن و پاره کردن این پرچم‌ها دیده می‌شوند. در یکی از ویدیوهایی که از این منابع فرستادند دیده می‌شود که چند نفر در کوچه مشغول پایین کشیدن و پاره کردن این پرچم‌ها هستند. در عکس‌های آنها که آنها فرستادن پرچم‌های پاره شده دیده می‌شود. به گفته این منابع افرادی که دست به این کار زدند اعضای طالبان هستند. این در حالی است که مقام‌های طالبان در کابل و هرات گفته بودند که امنیت مراسم سوگواری شیعیان را در ماه محرم تامین می‌کند. این یک فرد شیعه هراتی به افغانستان اینترنشنال گفت آنها قول دادند که امنیت مراسم شیعیان را می‌گیریم و آنها با خیال راحت مراسم خود را برگزار کنند. این چیگونه امنیت گرفتن است که پرچم‌های ما را پاره می‌کند؟ او افزود فرمانده امنیت امرالبالمعروف و والی آنها می‌گوید که امنیت شما را می‌گیریم. پس این چه کسانی هستند که پرچم‌ها را می‌کنند؟ شمار از منابع دیگر به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران اداره امرالبالمعروف طالبان در هرات پرچم‌های عاشورایی را که بر سر مغازه‌ها و خانه‌ها نصب شده بود جمع کردند و به مردم هشدار دادند که اجازه ندارند چنین پرچم‌هایی را نصب کنند. وزارت معارف طالبان آوازه‌ها درباره بازگشایی 47 لیسه خصوصی برای دختران را تکذیب کرد. وزارت معارف طالبان با نشر اعلامیه آوازه‌ها درباره بازگشایی 47 لیسه خصوصی دخترانه در کابل را تکذیب کرده است. این وزارت گفت گزارش‌ها در مورد آغاز فعالیت مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم غیر واقعی و دور از حقیقت است. پیش از این خبرگزاری تسنی متعلق به سپاه پاسداران به نقل از مقامات وزارت آموزش و پرورش طالبان خبر درباره بازگشایی 47 مکتب خصوصی دخترانه در کابل پخش کرده بودند. شورای کرکت افغانستان نام شاه امان‌الله خان را از مسابقات شمال کشور حذف کرد. شورای کرکت افغانستان در اعلامیه رسمی خود نام شاه امان‌الله را از مسابقات قهرمانی فهرست الف غازی امان‌الله حذف کرده. از رقابت‌های سالانه شمال کشور در سال 2017 با نام رسمی مسابقات فهرست الف غازی امان‌الله در شورای جهانی کرکت ثبت شده بود. با این حال در بیانیه‌های جدیدی که از صفحات رسمی شورای کرکت افغانستان تحت کنترل طالبان پخش می‌شود از استفاده نام غازی امان‌الله پرهیز شده است. ناامیدی مردم از شیوه حکومتداری طالبان. باشندگان کندوز آینده خود را سیاه می‌بینند. بسیار از باشندگان ولایت کندوز از ادامه زندگی زیر حاکمیت طالبان نگرانند. آنان می‌گویند که این گروه به دلیل گسترش افراطیت و رفتار تندروانه مردم را نسبت به آینده نگران ساخته است. بر اساس ادعای باشندگان کندوز، مردم به دلیل رفتار سرکوبگرانه طالبان از روبرو شدن با اعضای این گروه می‌ترسند. شمار از باشندگان کندوز در صحبت با روزنامه اش تصوب میگویند که ناامیدی مردم نسبت به آینده در این ولایت افزایش یافته است. به گفته آنان تداوم زندگی در حاکمیت طالبان و وضع مدیدیت‌های گسترده از سوی این گروه زندگی را برای باشندگان کندوز به یأس مبدل کرده است. بسیار از کسانی که در کندوز زندگی میکنند از رفتار افراطی و تندروانه طالبان به سطوح آمدند و ابراز امیدواری میکنند که حاکمیت این گروه به زودی از بین برود. این باشندگان کندوز تاکید میورزند که مردم به دلیل حراس از رفتار طالبان نمیتوانند با این گروه روبرو شوند و ابراز نظر کنند. برخی از باشندگان شهر کندوز به نقل از افرادی که در برابر طالبان سکوت اختیار کردند میگوید اینها جاهل هستند، همراه جاهل نمیشود درگیر شد. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که جوانان بیشتر از دیگران در حالت ناامیدی به سر می‌برند. این جوانان می‌گویند که طالبان تنها به طرفداران و عامیان خود سهم در حکومت می‌دهند. شمار زیاد از دانشجویان دانشگاه‌های کندوز که از اقوام مختلف هستند در گفتگو با هشت صبح می‌گویند که با تداوم حاکمیت رژیم طالبان با آینده بهتر امیدوار نیستند و فردای زندگیشان را تاریک می‌بینند. نقیب الله دانشجوی سال چهارم یکی از دانشکده‌های دانشگاه کندوز میگوید فرق نمی‌کند از چه رشته فارغ شویم، مجبوریم به شغل آزاد رو بیاوریم یا قاچاقی به کشورهای همسایه برویم، چون این مردم یعنی طالبان 10 سال هم که بگردی و بیکار باشی به کس وظیفه نمی‌دهند. مؤسسات مثل سابق نیست، شرکت‌های تولیدی هم نیست، بچه آینده امیدوار باشیم. مسعود که از رشته اقتصاد دانشگاه کندوز فارغ شده میگوید که در جریان یک سال تلاش حتی یک روزنه امید هم برایش باز نشده است تا با آینده بهتر امیدوار باشد.
او میگوید که انتظار از طالبان ندارد تا او را در نهادهای دولتی استخدام کند، چون به گفته او این گروه کسان را که از تبار و ایدئولوژی خودشان نباشند استخدام نمی‌کنند. آقای مسعود میگوید اگر روز طالبان رفتند باز شاید بتوانیم یک وظیفه بگیریم. حالا حتی موسسات هم اگر شناخت دقیق نداشته باشی استخدام نمی‌کنند. تا هنوز از صدها درخواست بیشتر فرستادم، تا هنوز هیچ کدامش نتیجه نداده است. افزون بر ناامیدی مردان، زنان و دختران که به دلیل اعمال ممنوعیت‌های گسترده طالبان از حق آموزش و تحصیل کار آزادی و رفت آمد ممنوع شدند، خود را طرد شده از جامعه میپندارند. آنان میگویند که زیر حاکمیت طالبان آینده خود را سیاه میبینند و نگرانند که چند همسری بینان فرهنگ در میان تمام مردان جامعه تبدیل شود. سهیلا یکی از دخترانی که در حکومت پیشین در یکی از ادارات دولتی در کندز کار میکرد میگوید حالا از تمام حقوقی که ادعا میکردیم با مردان یکسان است، حتی نصف آن هم نیست. زنان پایمال مردان شدند، حتی جرأت و حق شکایت از آزار و اذیت مردان را نداریم. به کی شکایت کنیم؟ به طالب. اگر مردان واقعا به حقوق اسلامی پایبند باشند مشکل نیست، اما از شریعت اسلامی طالبان و مردان علیه زنان سوء استفاده میکنند. اکثریت باشندگان کندز حتی آنان را که از سلطه طالبان استقبال کرده بودند از وضعیت کنونی شکایت دارند و ادامه حاکمیت این گروه را باعث بربردی آرزوهای چندین نسل می‌دانند. آنان می‌گویند که به دلیل سرکوب شدید مجبور به سرکوب شدند یا به طور جبری رضایت نشان می‌دهند. شمار از دهقانان نیز در کندز از تداوم حاکمیت طالبان نگرانند. به گفته آنان اداره زراعت تحت مدیریت طالبان به فکر جمع‌آوری اش و زکات است و کار برای توسعه زراعت و مکانیزه شدن آن انجام نمی‌دهد. نجم الدین یکی از دهقانان در کندز میگوید افراد طالبان از ریاست زراعت هر سال میآیند اش و زکات جمع‌آوری میکنند، در حالی که ما مسلمان هستیم و میدانیم اش و زکات برای فقیرها و ناداران است. در منطقه خود زیاد فقیر و نادار داریم، اما طالبان حق آنان را از پیش ما میگیرند. دهقانان در کندز میگویند که طالبان تخم‌های اصلاح شده، کودهای کیمیایی و دیگر کمک‌های زراعتی را به مستحقان توزیع نمی‌کنند. آنها ادعا می‌کنند که این کمک‌های زراعتی به افراد واسطه‌دار که در میان طالبان شناخت دارند توزیع می‌شود. شمار از دکانداران نیز از عدم رونق بازار و کاهش قدرت خرید مردم شکایت دارند و آن را باعث عدم توسعه کاروبارشان می‌خوانند. به باور آنان افزایش مالیات و خروج سرمایه از افغانستان سبب شده که آنان نتوانند مفاد لازم را کمایی کنند. حاجی نسیم یکی از عمده فروشان مواد اولیه در کندز میگوید سالهای گذشته سرمایه من هر سال بیشتر میشد، خرید و فروش داشتیم، مالیات حالا 3 برابر شده، 60,000 مالیات میدادم، اما حالا از 200,000 افغانی بیشتر از کسب کارم رو به سکوت از خیلی پشیمان هستم که چرا در اوایل آمدن طالبان همراه سرمایه از افغانستان بیرون نشدم. گفتنی است که با تسلط طالبان میلیون ها شهروند از زندگی کردن در افغانستان ناامید شدند. آنان زندگی تحت حاکمیت طالبان را تاریک توصیف میکنند و میگویند که امید خود را نسبت به آینده از دست دادند و عزم برای مهاجرت جزم کردند.